أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب چند جلسه قبل عرض کردیم راجع به راه‌های تقویت باور و یقین که در احادیث آمده است کمترین چیزی که بین انسان‌ها تقسیم شده است همین یقین هست و رسیدن به یقین خیلی مشکل هست. خب خود یقین هم مراتبی دارد، یعنی اینطوری نیست که اگر کسی به یقین رسید 100% رسیده و اگر نرسید هیچ نرسیده. هر کس یک مقدار، حالا 10%، 20%، 30%. حالا اینها را درصدیش چطوری بالا ببریم؟ خب خیلی ها میگن که با مطالعه، با تدبر، با تفکر. بله اینها راه‌های اصلی هست، ولی راه‌های دیگری هم وجود دارد، همون راه‌هایی که با توسل، با زیارت، با دعا، با حضور در همین مجالس، در نمازهای جماعت، اینها کم کم عقیده انسان را محکم می‌سازد و دیگه اعمال بر انسان سخت نمیشه. بعضی ها مثلا در طول هفته یک روز هم به جماعت حاضر نمیشه، بعضی ها حتی در طول یک ماه حاضر نمیشه. در یک ماه بالاخره از این مسلمانی دیگه چی نامی، چی نشانی که در طول یک ماه هم یک بار به مسجد نیاید؟ این دیگه خب دیگه فرقش با غیر مسلمان چی هست؟ اینه که بگوید که من نماز خود را در خانه میخوانم. خب بیهو که نماز که نخوانه، خب تارک الصلاه، خب یعنی اصلا به حساب غیر مسلمان حساب میشه. ولی اینه که الحمدلله این مسجد و یا سایر مساجد و مراکز آماده هست و بگویم من کار دارم، خب هیچ وقتی قبول نمیشه که بگیم که یک شخص در کل هفته یک روز هم فرصت نداره بیای مسجد. ای از هیچ احدی قبول نمیشه، چی زن باشه چی مرد. خب حداقل یک شب جمعه مثلا، یک شب دعای توسل، یک روز جمعه، بالاخره یک تایم ارتباط با خدا، اون هم در خانه خدا انسان باید داشته باشد. ولی اگر انسان به یقین برسد دیگه نماز صبح اول وقت برای سخت نیست، آمدن بر مسجد برش هیچ مشکلی نیست، بلکه نشاط و شادابی برش به وجود میاره. این نشاط و شادابی را که یک مؤمنی که حرکت میکنه میای نماز خود را به جماعت میخونه و برمیگرده، با هیچ چیزی نمیشه قابل مقایسه باشه. گفتیم که اون نشاط و شادابیایی که از راه های دیگر به وجود میاره، اونها بعدش یک غم طویل به وجود میاره، ولی این نشاط، نشاط درونی است. خب راجع به همین یک داستان را عرض بکنم انشاءالله، که در زمان امام محمد باقر علیه السلام یک شخصی بود به نام محمد طیار. این دچار مشکل عقیدتی و سرگردانی شده بود، چون عرض کردیم در دوران امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام مکتب سازی زیاد شد، مذهب سازی درست شد، هر کس آمد از دین مقدس اسلام یک چیزی بر خودش درست کرد، یک مذهب، یک فرقه، یک چیزی که به اصطلاح دیگران نداشته باشه. به خاطر اون هم حالا یکی از مؤمنینی که سوال کردن، حب دنیا بوده، حب ریاست طلبی. خب ما اگه بگویم که ما شیعه هستم، ما بگویم ما شیعه هستم، خب دیگه رئیس شیعه مشخص است، یا بگویم ما فرقه فلانی هستم رئیسش مشخص است. هر کس به خاطر که 4 نفر دور خود جمع بکنه آمد گفت نه، این مذاهب درست نیست، این مکاتب درست نیست، اینه که من میگم مکتب اصلی است. و اون خاطر 4 تا مرید دورش جمع شد، 4 نفر دورش جمع شد و یک فرقه، یک مذهب را تشکیل داد. بله دیگه، خب حمایت دولتی داشتن، مثل که الان شما اگر در بعضی از فرقه های اسلامی وارد بشوین، خب حالا ما لازم نیست نامشه بگیریم، شما را پول میته به عنوان طلبه. اگه ما برم وارد اون بشیم، تمام مخارج زندگی ما را به شکل فوق العاده تأمین میکنه.
خب اینا از طرف دولت‌های بزرگ هست، بله. خب در اون زمان هم اینطوری بوده. چهار فرقه عمده که در اون زمان بوده بر علاوه این مذاهب، فرقه های مختلف، که یکیش زیدیه بوده. زیدیه که اینها فرزند امام سجاد علیه السلام را که زید شهید میگن، این را به عنوان امام میدانستن و امام محمد باقر علیه السلام را امام نمیدانستن، که الان هم هست در یمن خیلی از اینها هست که میگن چهار امامی. این یک مذهب بود. خب یک مذهب دیگر به نام مذهب حروریه بوده. حروریه به خاطر اون منطقیشان گرفته شده و همین خوارج هست. خوارج که الان هم مثل داعش و اینها خیلی اینها تندرو بودن در مذهب. یک ذره مثلا مستحبات ترک میکردی میگفت دیگه تو مسلمان نیستی. بسیار تندرو. که حتی در مقابل حضرت علی علیه السلام ایستادن و جنگهایی رو برپا کردن. یک مذهب دیگر برعکس حروریه بوده، که اون مذهب مذهب مرجعه بوده. این چهار تا فرقه را آدم خوب است یاد داشته باشه، چون در اون زمان خیلی اینها رونق و رواج داشته و الان هم هست پیروانش. مرجعه سهولت در دین، برعکس همون خوارج و یا حروریه، میگفت نه دین این چیزا رو نمیخواد. دین لازم نیست که همیشه نماز بخوانی، همیشه روزه بگیری، خمس بیتی، اینا چیز نیست. خدا بسیار مهربان هست. فقط همین که هر وقت دلت شد برو نماز بخوان، هر وقت دلت شد روزه بگیر، اینا کل شوقی است. لذاست که اینها خیلی آسان میگرفت، میگفت که دلت پاک باشه، مهم نیست دیگه چیز. که یکی از اینها در کویته پاکستان حالا یک کسی بر ما نقل میکرد، گفت ما نماز میخواندم و مثلا این نماز مستحبی و بعضی اینا، به حساب گفت که اینا چیز که تو نماز میخوانی، دلت پاک کو. گفت ما 30 سال است که نماز نخواندیم، اما دل ما پاک است، خدا را من از تو که بهتر میشناسم و از تو که بهتر اعتقاد دارم. از این گپایی که بعضی ها میزنن، میگن دلت پاک کو، پشت از این حرفا نزن. خب که در اون زمان هم بود، اینا نیست که امروز باشه. که هارون رشید دیره گفت، گفت که الارجاء دین الملوک، این مرجعه دین پادشاه هاست. خب هیچ تکلیف نداره، دل پاک کردن هم که به اصطلاح در دل خود انسان. خب اینها بود که یک وقت یکی دیگه شام قدریه بود، که اونم بحثش به حساب طولانیست، که میگفت کل قضا و قدر در دست الهیست، ما هیچ کار هستیم. اگه من قاتل هم هستم، خدا من قاتل ساخته. اگه او عابد هست، خدا عابد ساخته شه. یک بحث دیگه است. خب این محمد طیار میگه من ماندم که کدای اینها حق میگه، کدام اینها حق است. گفت رفتم در بستم، شروع کردم به دعا کردن از سر شب تا به صبح که خدایا مرا به اون راهی که مستقیم هست هدایت بکن. یکی از راه ها همین هست که ما بر علاوه مطالعه، بر علاوه مباحث دیگر، دعا بکنیم که خدایا خودت عنایت بفرما، خود ما، نسل ما، نسل های ما بعد ما را. خب یک وقت میگه که صبح وقتی که بیدار شدم حرکت میکردم، یک شخص دیدم که از پشت سر من صدا میزنه که عجب مولاک، مولای ته اجابت کو. گفتم کی هست؟ گفت امام محمد باقر شما را میگه بیاین خانیم. من رفتم خانه خدمت آقای امام محمد باقر علیه السلام، که همین نشستم بدون از این که من سؤالی داشته باشم، این مطلب را فرمود. فرمود لا زیدیه ولا قدریه ولا الى الحروریه ولا الى الزیدیه ولکن الینا. الینا نه پشت خوارج حروریه بگرد، نه پشت مرجعه بگرد، نه پشت قدریه بگرد، پشت هیچ کدام از اینها، نه پشت زیدیه بگرد، بل الینا، طرف ما بیا، طرف ما بیا که راه اصلی ما هستیم. همین جا دیدم که از حضرت این معجزه و اعجاز را دیدم، که من بدون از اینکه اصلا سوال طرح بکنم، بدون اینکه اصلا گفته باشم، حضرت فهمیده بود که این من دنبال مذهب اصلی هستم. بعد بر همون جا گفتم اشهد انک حجت الله، شهادت میدهم که تو حجت خدا هستی. لذاست که
از همین افراد ما، از همین داستان ها ما نتیجه میگیریم که یکی از راه های تقویت باورهای ما این است که ما دعا بکنیم. راه دیگرش که مراجعه بکنیم به متخصصین، یعنی هر کس، یکی از استادهای ما میگفت، یکی از علما میگفت، میگفت چطور هر کس یک دکتر خانوادگی داره، تا مشکل پیدا میشه میره زنگ میزنه. هر کسی باید یک ملای خانوادگی هم داشته باشه، یعنی یک شماره تلفن پیش باشه از یک متخصص، نه یک ملای ابتدایی، مثلا یک نفری که خودش اسمش ملا گذاشته، نه، یک علمای بزرگ که الان الحمدلله کم نیست، چی در ایران چی در افغانستان. از همین به اصطلاح افغانی ها چقدر ملاهای برجسته و با عظمت هستند که 30 سال 40 سال دروس حوزوی را خواندن. اینا دست ما باشه، حتما که نباید آمبولانس بر بدن خود بخوایم. بعض وقت هاست که فکر آدم به اصطلاح مخشوش میشه، یک شبهه بر آدم میه، یک سوال فقهی پیش آدم میه، یک چند تا روحانی، یکی از آقایون در همین شاید یک ماه قبل در یک مجلس بودیم، پالوی مشیش گفت ما بسیار ملاها را خوش دارم. گفتیم بسیار خوب است. اینا اظهار محبت کرد، بعد گفت که این موبایل مرسایی که موبایل خود نشان داد، گفت من اگر 20 تا ملا را در افغانستان ایران شماره شما دارم که هر چند وقت با اینا در تماس هستم، هر چند وقت به اصطلاح حالا با او صحبت میکنم، یک سوال از او میکنم، یک سوال از او، یک سوال از او، یک سوال از او. این هاست که انسان را، این باور و یقین انسان را زیاد میسازه. در آخرین جمله هم حدیث از امام صادق علیه السلام را بخوانیم و التماس دعا. امام سجاد علیه السلام انسان ها را از 3 چیز نهی کردن که همین را عرض بکنیم که دیشب یکی از جوانها سوال کرد بعد از کلاس قرآن، گفت بعضی از اهل سنت یا وهابیا با ما سوال میکنن، جر بحث میکنن، آیا من دنبال این بحث ها برم یا نرم، که حالا شفاعت چیست، توسل چیست، این شبهات تقریبا 40-50 تا شبهه که وهابیت داره. من گفتم بله، اگر که یک سوال داره، خب بله شما مراجعه بکنین به بعضی کتاب، از علما سوال بکنین، ولی خود دنبال از اینا نرو که میری دنبال یک شبهه، بعد خودت میمانی، یک شبهه را خودت بر خود ایجاد میکنی از اینترنت، بعد جوابش هم گرفته نمیتونی، خودت در او شبهه میمانی، چون او کار متخصص هست. مثلا یک نفر قلب باز بکنه، یک کس متخصص نباشه، قلب باز بکنه بمانه که کدام رگشه به کدام طرف پیوند بزنه، او متخصص میخواد که او را باز بکنه. یک وقت مریض میشه انسان، بله پیش دکتر بره، ولی خودش دنبال این شبهات نره. امام سجاد علیه السلام فرمودن که از 3 چیز نهی کردن که همین را من خیلی سریع بخوانم. فرمودن که لیس لک ان تتکلم بما شئت، هر چی که به زبانت آمد نگو. این یک. چرا؟ چون در قرآن میفرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، او چیزی را که نمیفهمی نگو. یک بحث علمی افتاده، یک سوال افتاده، یک سوال مذهبی افتاده، دیگه لازم نیست که حتما جواب بیتی. خب بله، اگر من یقین دارم و 100% میدانم خوب است که جواب بتم، و اگر نمیدانم خب چرا خودم زیر بار مسئولیت پرتم، یک حکم نمیفهمم بگویم. این که به اسلام مثل ما هیچی، حتی علمای بزرگ بعضا اینطوری بوده. آقای قرائتی میگفت یک وقت در یک جلسه بود، سوال من گفتم خب هر چی سوال دارین سوال بکنین جواناره. یکی سوال کرد با یک ملا عالم دانشمند، گفتم جوابش رو نمیفهم. نفر دیگه سوال کرد، گفت ایرم نمیفهم. سوم سوال کرد، بازم گفتم چون واقعا نمیفهمیدم اینا رو. یک دفعه کل مجلس خنده کرد سر من، گفتی چه قسم تو میگی سوال کو، هر چی سوال میکنیم تو نمیفهمیم. گفت که بله، اونی که به حساب که میفهمم با نمیفهمم زمین تا آسمان تفاوت داره، این عیب نیست که آدم بگه نمیفهم. دوم فرمودن لیس لک ان تقعد مع من شئت، با هر کسی نشست و برخاست نکن، هر عقیده، از هر مذهب، از هر چیزی با او بشینی، رفیق شوی، دوست شوی. خب اون کم کم این شبهات در مغزت مندازه، یک وقت میبینی که واقعا او باورهایت از دست دادی. چرا؟ چون قرآن میفرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. فرمود که هر کس که دیدی که آیات ما را مسخره میکنن، اعتقادش کامل نیست، حالا من اینطوری بیان کنم، با اینا نشست و برخاست نکن که اونها روی تو تأثیر میگذاره. و سومین مطلب هم
فرمودن که ولیس لک ان تسمع ما شئت، هر چیزی که هر کس میگه هم نشنو. حالا در اینترنت وارد شیم، هر بیدینی که یک چیز گفته ما وارد شیم ببینیم که چی گفته، و دیگه چه واس کنیم که او چی گفته. خب بله، اون شاید به حساب یک چند چیز بگویه، یک چند تا استدلال هم بیاره، ما دمو بانیم. لذاست که فرمودن که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش، چشم، زبان، همه اینها در پیشگاه الهی مسئول هست. خداوند انشاءالله توفیق عنایت بگرداند که روز به روز ما را به یقین برساند و باورهای ما را به دین و ائمه اطهار علیهم السلام روز به روز زیادتر بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. الله سبحانه.